خب من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. عرض کنم که حالا عنوان صحبت من اینه که دست چپ و راست اونو چطوری از هم تشخیص بدیم. من اول جواب سادهشو بگم بعد وارد جواب سختش بشیم. جواب سادهش اینه که دستاتون رو بگیرید جلو اینطوری، اونی که ال داره میشه دست چپتون لفت. خب حواستون باشه این بدی نگی، دستاتون رو اینطوری بگیرید این میشه. اگر که همین رو یاد بگیریم فعلا فکر کنم خوب باشه از این صحبت امروزمون. اما یه ذره جدیتر و یه ذره غم‌انگیزتر اگر بخوایم بریم جلو، یه اتفاق خیلی ناراحت کننده ای افتاد توی دهه 60 میلادی، اواخر روز سال 57-58 تا 60-61 می کشید. یه اتفاق که افتاد توی اروپا یه سری بچه های متولد می شدن که دست و پاهاشون کامل شکل نگرفت. یعنی توی اون سالها نوزادهای زیادی متولد شدن، یه تخمین خیلی دقیقی وجود نداره براش، ولی مثلا توی آلمان به تنهایی حدود 5000 تا نوزادی متولد شد که دست و پاشون کامل شکل نگرفته بود. یعنی دست و پاهای خیلی مشکل از دست و پاهای یا کامل شکل نگرفته بود یا خیلی کوتاه بود. خب خیلی ناراحت کنند از آدم بچه های این توی رو ببینه و دنبال دلیلش بگشتن که چی شده که این بچه های دارن به دنیا میان که انگار یه مشکلی داره. اون موقع هم یه کمی هنوز قدیمتر بود، خیلی رابطه مستقیمی بین چیزی که مادر میخوره و تأثیری که روی جنین داره خیلی خوب برقرار نشده بود. میدونستن که مثلا الکل تأثیر بدی داره روی جنین، اما چیزهای دیگر رو خیلی خوب نمیدونستن. فکر میکردن که توی چیزی که مادر میخوره وارد بدن جنین نمیشه. اما یک مقداری که بررسی کردن دیدن همه این بچه‌هایی که با نقص عضو به دنیا میان و اعضایشون حالا دفرم شده است، اینا همه مادرهاشون موقع بارداری یه داروی رو مصرف میکردن که این دارو البته داروی تست شده ای بود، آزمایش حالا با استانداردهای اون زمان روش انجام شده بود و تایید شده بود. البته این دارو منجر شد که استانداردها رو یه ذره عوض کنن برای دارو، ولی دارویی که مصرف میکردن حالا اسم در واقع مولکولش تلیدوماید هست، یه دارویی بوده که توی همون ساله 55-56 توی آلمان توی کمپانی آلمانی تولید شده بود و بعد کاربردهای مختلفی براش پیدا کردن. از جمله کاربردش این بود که خانم‌های باردار اون حالت تهوع صبحگاهیشون رو این رفع می‌کرد این دارو. حالا مولکول به نسبت پیچیده‌ایه، منتها نکته اصلی این مولکول اینه که دو جور مولکول داره. یعنی همه این ترکیب‌های شیمیایی که وجود دارن توی دو تا مولکولش یه جورن، یه چیزن دقیقاً، منتها دو نوع مولکول وجود داره. یکیشون انگار تصویر آینه ای اون یکیه، یکیشون شبیه دست چپه، یکیشون شبیه دست راست و ظاهراً تأثیرهای شیمیایی اینها با هم دیگه خیلی فرق میکنه. اون دست چپیه تأثیرات خوبو داره، اوناییه که حالا تهوع رو از بین میبره، نمیدونم حالا یه مقداری مسکن هست، ولی دست راستیه اون چیزیه که میره و توی بدن جنین باعث میشه که یه اتفاقایی نیفته یا دیر بیفته مثل تشکیل عضو. اینی که دوتا پدیده‌ای که آینه‌ای همان لزوماً یک خاصیت ندارن، البته قدیم هم می‌دونستن، مثلا لوئیس کارول چه هم دیدیم آلیس در سرزمین عجایب رو نوشته، بعدش یه کتابی که ادامه اون داستانه Through the Looking Glass، یعنی مثلا از داخل آینه راجب دنیایی که اونور آینه صحبت میکنه و بعد داره با گربه صحبت میکنه، میگه این شیطونی کنی مثلا میفرستم تو اونور آینه و اینا، ممکنه که اون شیری که اونور آینه میخوری شیر خوبی نباشه برای تو و ظاهرا این اتفاق ممکنه بیفته. یعنی یه سری مولکول هایی که تصویر آینه ای هم هستن، بعضیش تاثیر خیلی خوب دارن، بعضیش خیلی مضر هستن. مثال بخوایم بزنیم، مولکولای ساده تر از پریمودایل هست، در واقع شبیه دست راست و چپ میتونیم نگاه کنیم.
همه اعضایی که دارن دست رو تشکیل میدن توی هر دو تا دست یکی هن. انگشت کوچیک داریم، یعنی 5 تا انگشت داریم، همشون یکی هن. ولی من هیچ جوری اینا رو هر طوری حرکت بدم یا بچرخونم توی فضا نمیتونم یه کامل بندازن رو هم که دقیقاً کپی هم بشن. همیشه یه فرقی دارن با هم دیگه. مولکول‌ها هم همینطوری هن. ممکنه که دست چپ و راستشون فرق بکنن. یعنی مثلا این دو تا مولکول رو نگاه بکنید دقیقاً تقارن آینه‌ای هم دیگه‌ن. منتها اینا رو با چرخاندن در فضا یا جابجایی نمیتونیم این همشون بکنیم. بلکه این هم بشن باید یکیشون از مثلا این اچ‌ار رو از توی دلش بگیرن بکشن بیرون تا شبیه این بشه یا یه آینه بذارن. مثالای حالا یه ذره خیلی به اون ناراحت کنندگی نیست، مثلا یه داروی الدوپا هست که برای درمان پارکینسون خیلی مؤثره. این دست چپیشه، دست راستیش آردوپا هیچ تأثیر نداره، بی خاصیته. در واقع این آینه ای که این وسط میذاریم یه طرفش برای ما خوبه، اون چیزی که لازم داریم، یه طرفش خوب نیست. اما یه کمی بیشتر فکر کنیم که چرا این اتفاق میفته. سه تا کلید در نظر بگیرید، سه تا سوراخ قفل. من میخوام که با این کلیدا ببینم قفلا رو میتونم باز کنم یا نه. اگه بره تو باز کرده، از همین برم بذار، از اون برم بذار، از همین برم بذار. این سه تا رو نگاه کنید. مثلا کلید یک توی سیم میتونه بره، توی کلید یک توی B نمیتونه بره و توی A میتونه بره. کلید دو توی B میتونه بره، توی A نمیتونه بره، واسه توی C میتونه بره، کلید 3 تو هر سه تا میتونه بره. ولی این کلید یکی که توی A راحت میره، هر طور من به چرخونمش از این برم نمیتونم وارد سوراخ کلید B بکنم. یعنی اگر دو تا مولکول باشن که قراره با هم دیگه یه پیوندی برقرار بکنن، این مولکولی که با یک و A میتونن با هم پیوند برقرار کنن، یک با تصویر آینه ای A که میشه B هیچ کاری نمیتونه بکنه، اصلا نمیتونه وارد بشه. ولی اونایی که متقارنن از لحاظ آینه ای با همه میتونن انگار که یک کانکشنی برقرار بکنن. حالا ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که برای کمک به صنایع شیمیایی دارویی بتونیم یه راهی پیدا بکنیم که این مولکول‌ها رو از همدیگه تشخیص بدیم. یعنی مولکول‌هایی که در واقع عناصر شیمیاییشون دقیقاً یک چیزه، منتها ترتیب قرار گرفتن مولکول‌ها فرق می‌کنه، تصویر آینه‌ای هم دیگه است. می‌خوایم ببینیم آیا راهی می‌تونیم پیدا بکنیم با حالا در حوزه خودمون راهی می‌تونیم پیدا کنیم که اینها رو بتونیم از همدیگه تشخیص بدیم و با دقت‌های خوب از هم تشخیص بدیم. خب ما حوزه‌مون چون که مخابرات میدان هست، کاری که بلدیم بکنیم و انجام می‌دیم. یه دونه از این مولکول‌ها رو می‌ذاریم اینجا، یه موج الکترومغناطیسی بهش می‌تابونیم. ببینیم این موج الکترومغناطیسی به مولکول می‌خوره، آیا به اون هندلنس مولکول وابستگی خواهیم داشت یا نه. این مولکول‌ها توی طول موج‌های نوری که حالا مثلا از ماورای بنفش 2300 نانومتر بگیرید تا مادون قرمز مثلا 1000-1500 نانومتر، این مولکول‌ها نسبت به طول موج خیلی کوچیکه. مولکول‌ها ابعادشون نسبت به طول موج خیلی کوچیکه. واسه همین لازم نیست من برم مسئله رو کامل دقیق حل بکنم ببینم که موج به این حالا اتم خورد چی شد، به اون اتم خورد چی شد. یه مدل یه کمی ساده تری برای این مولکول در نظر میگیرم. میگم امواج الکتریکی به این مولکول که میخورن بارها رو روش جابجا میکنن. جابجا شدن بارها هم یه دو قطبی ایجاد میکنه، دو قطبی الکتریکی. و این جابجایی بارهای جریانهایی هم ایجاد میکنه که اینا دو قطبی مغناطیسی. پس من مولکولو به جای مولکول واقعی، مولکولو میذارم بیرون، یه مدل می‌ذارم بجاش که این مدل چطوریه. میگه یه میدان الکتریکی خورد به ذره، یه دو قطبی ایجاد میکنه و جریانایی هم که رو ذره ایجاد میشن یه دو قطبی مغناطیسی. اینا به چی وابستن؟ مثلا دو قطبی الکتریکی به میدان الکتریکی به صورت خطی وابستش میکنم و دو قطبی مغناطیسی به میدان مغناطیسی. این برای مولکول‌های خیلی ساده اینطوری میشه انجام داد. من تا یکم پیچیده‌ترش کنم، دو قطبی الکتریکی میتونه به میدان مغناطیسی وابسته باشه و دو قطبی مغناطیسی هم میتونه به میدان الکتریکی وابسته باشه. تو رژیم خطی هم باقی میمونه. به این کمیتای آلفا بهشون میگن پولاریزابیلیتی یا قطبی شوندگی توی فارسی بهش میگن. الان من دارم دنبال چی میگردم؟ دنبال اینکه کدوم یکی از این پارامترها به اون دست چپ و راستی مولکول وابسته است. میخوام دنبال یه همچین مسئله بگردم. منتها قبلش بذارید ببینم یکم بهتر این پارامترها رو بشناسم. فرض کنید که یه مولکول دارم، بار مثبت منفیش رو همه. یه میدان الکتریکی بهش اعمال میکنم. باعث میشه که بار مثبت منفی از هم دیگه جدا بشن. جدایی بار مثبت منفی از هم دیگه معنیش چیه؟ معنیش دو قطبی الکتریکیه. اگر که از الکترومغناطیسی یادتون باشه.
اگر جهت میدان برعکس این میبود این بارها اونوری جدا میشدن، دو قطبی الکتریکیش برعکس ایجاد میشد. یعنی این تناسبی که ما بستیم بین دو قطبی الکتریکی و میدان الکتریکی تناسب معقولی، هرچی میدان قوی تر باشه بارها رو بیشتر از هم جدا میکنه، دو قطبی بزرگتری داره تا وقتی که تو رژیم خطی هست. اینش فکر کنم خیلی سخت نباشه. حالا ببینم اگر که یه حلقه ای داشته باشم و یه میدان مغناطیسی حالا متغیر با زمان به این حلقه در واقع اعمال بکنم چه اتفاقی میفته؟ چون میدان مغناطیسی متغیر با زمانه، یه EMF تو این القا میشه، EMF باعث القای یه جریانی میشه، جریانه خودش یه دونه دو قطبی مغناطیسی ایجاد میکنه. بنابراین اینم به نظر منطقی میاد. از چی استفاده کردیم؟ از اینکه در واقع تغییر شار مغناطیسی توی یه حلقه EMF موثری بهش القا میکنه که این EMF باعث ایجاد جریان میشه. جریان هم معنیش چیه؟ دو قطبی مغناطیسی. پس این ترمایی که به صورت خطی در نظر گرفتیم معمول به نظر میرسن، اما یه ذره ساختار رو پیچیده ترش بکنیم. یه حلقه‌ای که یه شکاف توش وجود داره، یه حلقه‌ای که یه شکاف توش وجود داره، اگر یه بیه متغیر با زمان بهش اعمال کنم، باز یه دونه EMF بهش اعمال میکنه که میخواد جریان ایجاد بکنه. منتها این البته مثلا اگه تایم هارمونیک بگیرم جریان رفت و برگشتی میخواد ایجاد بکنه. منتها جریانی که ایجاد میشه، این جریان بار داره با خودش حمل میکنه دیگه، باعث میشه که یه مقداری بار منفی و مثبت روی این گوشه ها ذخیره بشه. البته متغیر با زمانه، یعنی یه بار مثبت توی نیم سیکل بعدی منفی میشه، ولی بار ایجاد میکنه اینجا. بارهایی که از هم جدا شدن دو قطبی الکتریکی ایجاد میکنه، یعنی اینجا میدان مغناطیسی که مثل دو قطبی الکتریکی ایجاد میکنه. این ور اگر که من یه میدان الکتریکی اعمال بکنم، میدان الکتریکی میخواد بارها رو از هم جدا کنه، بارهای مثبت رو بیاره این ور، بارهای منفی رو بیاره این ور. این جدا شدن بارها که یه دو قطبی الکتریکی ایجاد میکنه، ولی حرکت بارها موقعی که دارن جدا میشن از هم دیگه یه جریان ایجاد میکنه که جریانه این دو قطبی مغناطیسی. پس با این مدل ساده آدم میتونه حس بکنه که این دو تا رابطه ای که نوشتیم دو تا رابطه معمولی هست. معمولا توی مولکول های طبیعی ما این جمله به نسبت بزرگه، این جمله معمولا توی فرکانس های نوری خیلی کوچیکه. این دوتا بستگی داره به مولکول، ممکنه که خیلی کوچیک باشن یا نه. اگه دقت بکنید منم یکی گذاشتم اسمشون رو، برای اینکه برای مولکول، حالا من راجبه نمیخوام صحبت کنم، ولی برای مولکول های همپاسخ این دوتا یکی در میاد، یعنی با یه علامت منفی یه جور در میاد. این یه جور برخورد کردن با ماده است. یه جور دیگه برخورد کردن با این مولکول اینه که این مولکول رو که حالا من با دو قطبیش میتونم با در واقع اون قطبی شوندگی ها میتونم مدل بکنم، چی کارش بکنم؟ بگم من یه دونه مولکول رو که نمیتونم از توی دارون بردارم یه دونه مولکول بذارم اینجا ببینم چطوریه. قاعدتا این مولکول خیلی کوچولوئه و من یه تعداد خیلی زیادی از اینها رو دارم توی مجموعه. خب با همه اینا با هم دیگه چطوری باید برخورد بکنم؟ خب با همه اینا با هم دیگه اون همونطوری برخورد می‌کنیم که با یه ماده همگل برخورد می‌کنیم، یعنی چون نسبت به طول موج خیلی کوچیک‌ترن ذراتمون، شبیه یه ماده همگل میشه. و این ماده همگل رو من چطوری مدلش میکنم؟ اگه ماده خیلی ساده باشه میگم که دی یه دونه اپسیلون ضرب در ای و بی یه دونه میو ضرب در اچ، برای موادی که ساده خیلی. ولی حالا موادی که ممکنه اون آلفا ای ام یا آلفا ام ایشون به نسبت قوی تر باشه، یعنی چی؟ یعنی این در واقع هندلنس توشون اثر مهمی باشه، شبیه اونجا که برای دو قطبی الکتریکی اثر میدان مغناطیسی رو در نظر می‌گرفتن، اینجا برای دی اثر میدان مغناطیسی در نظر می‌گیرن با یه ذریبی و برای بی اثر میدان الکتریکی در نظر می‌گیرن. حالا اینا رو به صورت سنتی یه جور دیگه نمایش میدن، معمولا با حالا خی و کاپا نمایش میدن. و ماده ها رو اینطوری من میتونم چهار دسته بکنم. موادی که رسیپروکالن، این بخش خی در واقع صفر که ما معمولا با این مواد سر و کار داریم، و موادی که کایرال هستن این کاپاشون غیر صفره، این مواد کایرال. ما اینجا رو کار داریم، ما موادی که رسیپروکال هستن و کایرال هم هستن، رسیپروکال و کایرال هستن، یعنی این خیه صفره، این کاپای غیر صفره. مولکولایی که دوست داریم بررسیشون کنیم یه همچین خواصی داره. پس من دوتا راه پیدا کردم برای اینکه مولکول ها رو بررسی کنیم. یکی که بیام تک مولکول رو نگاه کنم یا تک ذره رو نگاه کنم با اون قطبی شوندگی ها، اینکه اینا همه رو بریزم روی هم دیگه با یه پارامتر در واقع متوسطی که خواص محیط رو به من میده بیان بررسی کنم. خب دنبال چی بودیم از اول؟ از اول دنبال این هستیم که
یه راهی پیدا بکنیم که مولکولایی که چپگرد و راستگرد هستن رو اصلا تشخیص بدیم. حالا من یه راهی پیدا کردم که برهم کنش یه دونه مولکول یا تعداد زیادی از مولکول با موج و امواج الکترومغناطیسی یا نور رو میدونم چطوری. حالا می‌خوام ببینم اون راستگرد چپگرد بودن اثرش کجا ظاهر میشه. به جای تقارن آینه‌ای یه چیز دیگه‌ای که توی فیزیک خیلی مطرحه بهش میگن پریتی اینورژن. در واقع اگر یه ساختار داشته باشیم که اینو با یه بردار آر نمایش بدیم، اگر هر جا آر دیدم منهای آرش بکنم، یعنی در واقع انگار که این جسمو کاملا برعکسش کردم، دست راست و چپش فرق کنه، به این میگم پریتی سیمتری. هر جا آر دیدم منهای آرش میکنم، یعنی یه چیزی که داره راست گرد میچرخه انگار توی آینه دارم نگاهش میکنم، چیزی که راست گرد میچرخه توی آینه توی آینه چپ گرد میچرخه، چیزی که این ور میچرخه توی آینه برعکسش میچرخه. اگه دیگه این آینه داشته باشیم، میخوام ببینم که این مولکول ها و حالا میدان ها و کمیت هایی که تا حالا صحبت کردیم راجع بهشون با این تقارن آینه ای چجوری برخورد میکنه. اول از همه مولکوله که میدونم، اون مولکوله اصلا از همون اول من فهمیده بودم که یکیشون تقارن آینه ای اون یکیه، یعنی یکیشون راستگرده یکیشون چپگرده. اما برای میدان ها اگر که حالا تئوری تصاویر و اینا رو یادتون باشه، توی یه دونه آینه اگر من بذارم بار مثبت منفی میشه، بار منفی مثبت میشه. خب اگر یه توضیح از این بارها داشته باشم، میدان هاشو نگاه بکنم، توی آینه همه اون بار منفی ها میدان هایی که میدن یه منفی داره، چون همه بارها منفی شدن، یه میدان منفی داره. و دو قطبی ها منفی میشن، چون دو قطبی مثلا از بار منفی به مثبت بعد یه بردار رسم می‌کردم، تو آینه میشه از مثبت به منفی، یعنی جای منفی و مثبت عوض میشه. پس میدان الکتریکی و بردار دو قطبی بر اثر تقارن آینه ای یا بر اثر پریتی اینورژن اینا هم یه علامت منفی بهشون اعمال میشه، شبیه بردار مکان رفتار میکنه. ولی میدان مغناطیسی و دو قطبی مغناطیسی این علامت منفی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون یه دونه آینه در نظر بگیرید، یه بار مثبت داره میچرخه اینجا، این بار مثبت یه جریانی میده، یه دو قطبی مغناطیسی میده. اینجا توی آینه چی رو باید ببینم؟ اون بار مثبت شده منفی، جهت چرخشش هم برعکس شده، یعنی باز دو قطبی مغناطیسی که میده در همون جهت ثابت. میدان مغناطیسی هم به همین ترتیب. از اون خواص مولکولایی که داشتیم چی؟ از اون خواص مولکولا از رابطه اینا میشه فهمید. ای و پی جفتشون منفی شده، پس آلفایی که یعنی قطبی شوندگی برای یه مولکول با متقارن آینه ایش فرقی نمیکنه، چون هم ایش منفی میشه هم پیش منفی میشه. همینطور آلفا ام ان، اینا جفتشون مثبت بودن مثبت موندن، اینا علامتشون تغییر نمیکنه. ولی آلفا ای ام و آلفا ام ای که حالا من یکیشون اینجا نوشتم، این علامتش عوض میشه. یعنی اگر که مولکول رو تصویر آینه ایش رو نگاه کنن، این قطبی شوندگی حالا مگنتو الکتریک کاپلینگشون رو میگن، این علامتش عوض میشه. توی کمیت های بالکمون چی؟ کمیت های متوسطمون اپسیلون میو با اون ماده ای که توی آینه میبینیم اپسیلون میوش یکیه، منتها اون کاپا که مال کایرالیتی بود توی آینه علامتش عوض میشه. اگر دقت بکنید از این کمیت هایی که به خواص ماده مربوطن، این دوتا توی تصویر آینه ایشون منفی هم دیگه شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر من یه مولکول راست دست داشته باشم و یه مولکول چپ دست داشته باشم، انتظار دارم همه خواص اینا عین هم باشه، تصویر آینه ای هم باشه، آلفا هاشون انتظار دارم عین هم باشه، اپسیلون میوشون هم عین هم باشه، ولی توی راست دست مثلا آلفا یه مثبت، توی چپ دست منفی باشه. یعنی اونجایی که من میتونم تشخیص بدم این مولکول راست دست یا چپ دسته، اونجاییه که بین مولکول و متقارن آینه ایش یه تفاوتی وجود داشته باشه. اونجاهایی که عین همان، خب هر کدوم از مولکولا رو بذارید من اپسیلون رو اندازه‌گیری کنم، یه اپسیلون به دست میارم برای هر دوتا، آلفا ای رو اندازه‌گیری کنم یه آلفا ای به دست میارم برای هر دوتا، اونجایی میتونم تفاوت این دوتا رو متوجه بشم که من دنبال تفاوت این مولکولا هستم. اونجایی میتونم تفاوتشون رو متوجه بشم که یه فرقی بکنه بین خود مولکول و تصویر آینه ایش. کجاست این دوتا؟ یعنی من اگر یه راهی داشته باشم برای اندازه‌گیری این دوتا، احتمالا بتونم از اون راه استفاده کنم که بگم که خیلی خوب، حالا این مولکولا راست هستن یا چپ هستن. خب اینا خواص ماده است. یه سری کمیت های الکترومغناطیسی رو هم یه ذره نگاه بکنیم. علاوه بر این تقارن پریتی که آر و منهای آر میکنه، یه تایم ریورسال سیمتری هم داریم که در واقع تی رو منهای تی میکنه، یعنی هر جا توی معادلات اون تی دیدیم به جاش منهای تی بذاریم. بعضی کمیت ها با این تقارن زوج میمونن، بعضیشون فردن، یعنی تی رو منهای تی بکنید بعضی منفی میشن بعضیا نه همون میمونن. مثلا یه ذره رو در نظر بگیرید که داره حرکت میکنه، اگر که
فیلم ازش میگیرم. اگر که فیلمو نگه دارم برعکس پخش بکنم چیش عوض میشه؟ مثلا انرژیش عوض نمیشه. انرژی جنبشیش همون انرژی جنبشیه. ولی مثلا مومنتومش عوض میشه. تکانش عوض میشه جهتش. بعضی کمیت‌ها زوجن، بعضی فرد. توی الکترومغناطیس هم همینطور. کمیت‌های زوج و فرد داریم بر اساس. یه دونه هم که دسته‌بندی داشتیم بر حسب دسته چپ و راست، یعنی پریتی در واقع سیمتری شد. و با تغییر پریتی آیا زوج میمونن یا فرد. مثلا چگالی انرژی رو نگاه بکنی با برعکس کردن زمان چگالی انرژی همون میمونه، منفی نمیشه چون اصلا انرژی باید مثبت باشه و خود یه جسمی و تصویر آینه ایشون هم، یعنی مثلا تو آینه هم نگاه کنم چگالی انرژی فرق نمی کنه، هم با رنگ سبز نشون دادن که تو اندیورسال سیمتریشو دارم میگن زوجه، هم این دوتاشو به علاوه گذاشتن یعنی مثلا مثبته مثبت میمونه. یه کمیت دیگه ای توی الکترومغناطیس میتونی تعریف کنی در واقع مومنتوم میدان ها هستن که در واقع متناسب با بوردر پوینتینگ، حالا میتونیم جهت انتشار انرژی هم بگیم توی فضای آزاد و اینا ساده میشه، یعنی همین جهت انتشار انرژی میشه. این اگر که توی آینه نگاه کنم جهت انتشار انرژی رو، یعنی مثلا یه مسئله رو دارم تو آینه نگاه، جهت انتشار انرژیش برعکس میشه، یعنی اینوری میره توی آینه داره اینوری میره، برعکس هم میشه پس منفی میشه. یا اگر یه مسئله رو نگاه کنم که این داره حرکت میکنه، اگر زمان و منفی فیلم بگیرم برعکسش بکنم، این جهت حرکتش، جهت مومنتومش برعکس میشه، پس قرمزه و یه دونه منفی هم داره. یه کمیت دیگه ای که ما کمتر میبینیم توی درسامون برای میدان ها میتونم انگولار مومنتوم یا تکانه زاویه‌ای هم تعریف کنم که اینطوری تعریف میشه. این تایم ریورسال سیمتریش منفیه، یعنی فرده، ولی توی آینه همونطوری مثل زوج باقی میمونه. این سه تا رو از قبل میشناختم. این سه تا کمیت چیز جدیدی نیست که مثلا از اوایل قرن 20 اینا رو باهاش آشنا بودن، در تقابل اون نیست. بعد یه بنده خدایی اومد اینا رو لیست کرد. دید که دو تا قرمز دارم، یه دونه سبز. دو تا به علاوه دارم، یه دونه منفی. حس کرد که یه چیزی اینجا خالیه. گفت چی باید بذارم اینجا؟ یه چیز سبز منفی باید بذارم اینجا. یه چیز سبز منفی اون اولی که اینو معرفی کرد خیلی تا سالها به درد نمیخورد، یعنی نمیدونست به چه درد میخورد. اسمشو گذاشت آپتیکال کایرالیتی، یه همچین چیزیه. ای دات کرل ای برای بی دات کرل، نه تو حوزه زمان نوشته شده 1964. برای اینم یه سری قواعد پایستگی و شبیه پایستگی انرژی یا شبیه پایستگی تکانه خطی اینا رو به دست آورد، ولی این مونده بود، یعنی خیلی نمیدونستیم به چه درد میخوره. چیزای مختلف براش در آورد. گفت که اپتیکال کایرالیتی دنسیتی چیه؟ اینه. مثلا براش میتونم یه دونه فلاکس هم تعریف کنم که شارش چقدره. اپتیکال کایرالیتی شارش چقدر باشه. شارش هم پیدا کردیم. بر اساس این دنسیتی و شار میتونیم قواعد پایستگیشو بنویسیم. ما کاری نداریم. مثلا اگر که این اینو تو حوزه زمانن. اگر بریم توی تایم هارمونیک فیلد بنویسیم اینو و ساده بکنیم، شبیه همونطوری که اگر یادتون باشه بوردر پوینتینگ رو ساده میکنید به یه همچین چیزی میرسیم برای میدان های تایم هارمونی که حالا این دقیقه مهم نیست. ایمجینری ای کانجوگیت دات بی، این میشه توی میدان های تایم هارمونی. یا مثلا اینو میتونیم بریم برای مثال حل بکنیم، مثلا برای پلین ویو میتونیم حل بکنیم. اگه یه موج صفحه ای داشته باشم که یه میدان الکتریکیه، یه مؤلفه در راستای ایکس داره که این ای ایکس یه مقدار حقیقی من گرفتم، فازش رو کشیدم بیرون، فازش فی ایکس در راستای وایش یه دونه ای وای داریم با فاز بی وای و در راستای زد داره منتشر میشه. این پلین ویو رو راحت میتونیم ازش میدان مغناطیسیش رو حساب کنیم. میدان مغناطیسیش رو خیلی راحت در میاریم، یه دونه زد حرف باید کراس بکنیم با علامت مناسب و ذریل مناسب. ولی میدان مغناطیسی پلین ویو رو میدونم چیه، چون میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی رو میدونم، این کایرالیتی یا اپتیکال کایرالیتی دنسیتیش رو میتونم پیدا کنم. یه همچین چیزی میشه. حالا به این ایکس یه وای وابسته است به میدان چقدر بزرگیه، ولی به اختلاف فاز مؤلفه افقی عمودی میدان ها وابسته است، یعنی مؤلفه وای و مؤلفه ایکس، ایکس کدوم میشه یا این داری مؤلفه ایکس و وای یه دونه اختلاف فازی با هم دارن. اگر این اختلاف فاز صفر باشه مثلا اپتیکال کایرالیتی صفر میشه، اختلاف فاز صفر اپتیکال کایرالیتی صفر، سینوس دیگه اختلاف فازشون اگر صفر باشه صفر میشه، اگر یعنی سعی از پی باشه صفر میشه. اینا چه امواجی هستند؟ یا بیایتون باشه امواجی هستند که پولاریزیشنشون خطیه. یعنی چی؟ یعنی یه میدان الکتریکی در یه راستای معلومی دارن، با زمان هم که میگذره در همون راستا داره نوسان میکنه. اما اونایی که اختلاف فازشون 90 درجه باشه اپتیکال کایرالیتیشون یه ماکسیموم، حالا مثبت یا منفی میتونه باشه، ماکسیموم میتونه باشه.
اونایی که اختلاف فازشون 90 درجه چیان؟ اونایی که پولاریزیشنشون دایره‌ایه، یعنی میدان الکتریکی با زمان شروع می‌کنه چرخیدن. چرا؟ چون این دو تا اختلاف فاز دارن. موقعی که یک فازش صدری به توجه و متفیش هم بشه، موقعی که ماکسیمومه اون یکیه صفره، موقعی که این ماکسیموم میشه اون یکی صفر، این شروع میکنه چرخیدن با زمان که حرکت میکنه. امواج خطی لینیر پولارایز لایت همون اپتیکال کایرالیتیشون صفره، اونهایی که دایروی هم سرکلار پولارایز لایت همون اپتیکال کایرالیتی ماکسیموم میتونن بشه، حالا یا مثبت یا منفی. مثبت و منفیش هم کجا ظاهر میشه؟ اینه که این دایره راست گرد به چرخه یا چپ گرد به چرخه، میتونه مثبت بشه یا منفی. خب خیلی خب، پس ما الان چیکار کردیم؟ یه بار از اول نگاه بکنیم. ما دنبال راهی میگشتیم که اینا رو از هم تشخیص بدیم، مولکولای چپ و راست رو از هم دیگه بتونیم تشخیص بدیم. گفتم که خیلی خب، کاری که بلدم اینه که موج بتابونم بهشون، یه موج بتابونم ببینم چه اتفاقی میفته. نگاه کردم ببینم مولکول رو چطوری میتونم مدل بکنم و بعد ببینم چه کمیتای میدانی وجود داره. منتها این اپتیکال کایرالیتی ظاهرا چیز به درد نخوریه، یعنی من حالا تعریفش هم کردم برای راست گرد و چپ گردم علامتش فرق میکنه، ولی ظاهرا به درد خاصی نمیخوره. بذارید ببینم که این مولکولی که اینجا گذاشتم و این موجو دارم بهش میتابونم، ببینم که چه مقدار انرژی جذب میکنه. یعنی بیام حساب کنم ببینم انرژی که این مولکول جذب میکنه چقدره. انرژی که جذب میکنه رو حالا من رابطش رو نمیسم، منتها ایدهش چیه؟ میدان الکتریکی رو زد در اون جریان، چگالی جریان باید بکنیم دیگه، زد در چگالی جریان الکتریکی بکنیم، انرژی که داره تلف میشه رو به ما میده و حالا میدان مغناطیسی رو زد در جریان مغناطیسی معادلش بکنیم. منتها اینو اگر حساب بکنم و به جای این مولکوله مدل دو قطبیش رو بذارم، مدل دو قطبیش یعنی چی؟ یعنی یه پی داره که متناسب با این میدان هست، یه امی داره که متناسب با این میدان. اینو بذارم جایگزین کنم، مقداری که انرژی داره جذب میکنه اینطوری میشه، یعنی میشه ایمجینری آلفاینی داره تلف رو هم میده، تلفی که از جنس الکتریکیه. ایمجینری آلفاین ام داره تلف رو هم میده، تلفی که از جنسش مغناطیسیه، و ایمجینری آلفا ای ام باز داره تلف رو هم میده، تلفی که جنسش رو نمیده. بذاری بیشتر نگاه کنم، این آلفاینیه زب داره ای به توان دو شده که ای به توان دو متناسب با چگالی انرژی الکتریکیه، این زد داره بی به توان دو شده که متناسب با چگالی انرژی مغناطیسیه. خب این تلفا الان یه ذره معنی دارن، هر چقدر انرژی بیشتری اونجا بخوام ذخیره بکنم، انرژی بزرگتر باشه، مثلا یه درصدش داره تلف میشه، مقدار تلف بزرگتر میشه، همینطور برای مغناطیسی. این ترم چیه؟ ایمجینری ای کانجوگیت دات بی. این دقیقاً همون کایرالیتیه که توی حالت تایم هارمونیک حساب کردیم، این دقیقاً متناسب است با سی، یعنی جنس این تلفه انگار به هند، این تلفی که آلفا ای امه و به هندنس مولکولمون بستگی داره. این تنها کمیتی که بود که وقتی مولکولمون از راست گرد میشد چپ گرد علامتش عوض میشد، آلفا ای ام اونا ثابت میمونه. این تلفی که به خاطر اثر حالا چون هم ای داره هم ام، مگنتو الکتریک میمونه، به خاطر اثرای مگنتو الکتریک تلفی که ایجاد میشه متناسب با چیه؟ متناسب با این سی است. خیلی خب، پس یه راهی برای اندازه‌گیری داره به من نشون میده. من بیام جذب و اندازه‌گیری بکنم، منتها یه بار مثلا یه دونه راستگرد بتابونم به این که سیش مثلا یه عدد منفیه، یه بار چپگرد بتابونم که یه عدد مثبتیه، این دو تا رو حساب کنم. وقتی راستگرد و چپگرد بتابونم اینا عین هم میمونن، تنها چیزی که منفی میشه اینه، یه علامت منفی ظاهر میشه اینجا. در نتیجه اگر که من تفاضل اینا رو نگاه بکنم، از روی تفاضلشون میتونم پیدا بکنم که آلفایی من مقدارش چقدر. یعنی راهی که برای آزمایش میتونم پیدا بکنم چیه؟ راهی که برای آزمایش دارم اینه که یه دونه موج راستگرد بتابونم به مادم، یه مقداری تلف میشه، بعد یه بارم موج چپگرد بتابونم به مادم، اینم یه مقداری تلف میشه. اختلاف این تلفا به خاطر چیه؟ این تیکشون که مشترکه، اختلاف به خاطر این، یعنی اختلاف تلف ها رو من میتونم اینطوری پیدا بکنم. خب برم پیدا بکنم، رفتم سعی کردم پیدا بکنم، حالا یه نفر دیگه کار کرده به مولکول تابونده جذب رو نگاه کرده، واحدش البته مهم نیست ولی واحد بالا پایین یکی، جذب رو مثلا توی یه دونه فرکانس هایی شده مثلا 6 تا، توی همون فرکانس ها اومدم تفاوت جذب رو نگاه کردم، یعنی یه بار راستگرد تابوندم جذب رو نگاه کردم چقدر، یه بار چپگرد تابوندم جذب رو نگاه کردم چقدر،
این اگر مثلا 16 هم بوده تفاوت جذبه از ارده 10 تا منهای 5 بوده، یعنی تازه زبده 10 تا منهای 5 کردم شده مثلا 4. این اگر که 10 تا منهای 1 باشه اون 10 تا منهای 5، 4 ارده را مگنیتود ضعیفتره اثر مگنتو الکتریک، 4 ارده را مگنیتود از اثر حالا عادی جذب در اثر میدان الکتریکی ضعیفتره. خب من یه راهی پیدا کردم برای اندازه گیری، منتها راهیه که عملا خیلی سخته، چون باید یه عدد، مثلا شما میخواید قدتون رو اندازه گیری کنید، قدتون چقدره؟ حالا قد بلند هم هستید 2 متره، 2 ضرب در 10 منهای 4 میشه چقدر؟ 0.2 میلیمتر. یعنی قدتون رو باید با دقت 0.2 میلیمتر اندازه گیری بکنید. شما نفس که بکشید همه چیزش رو هم میکنید. اندازه گیری لزومن اندازه گیری ساده است، البته انجام میشه ولی خب خیلی سخت. خب بعد دوباره انگار که گیر کردیم اینجا. بعد حالا فکر کنیم که توی اون روابط ما چیا رو میتونیم دست بزنیم. ما آلفا ای ام و آلفا ام بی رو که نمیتونیم دست بزنیم، چون مال ماده است. سی رو شاید بتونیم دست بزنیم. یعنی اگه من برم دنبال یه ساختارهایی بگردم، به جای که همینطوری موج رو صاف بتابونم به این، دنبال یه ساختارهایی بگردم که آپتیکال کایرالیتی رو تقویت بکنن، شاید بتونم یه کاری بکنم. چون این جذبه به آلفا ای ام بستگی داره و ضرب در سی شده، اون سی رو اگه بتونم یه کاری کنم بزرگ بشه شاید بشه یه کاری کرد. رفتیم دنبال ساختارهایی گشتیم که این کارو بکنن، مثلا یه کره، حالا مواد خاصی استفاده می‌کنی، باز میگم وارد این معلو نمی‌خوام بشم، ولی مثلا مواد پلازمایی که رزونانسای خوبی دارن میتونیم استفاده کنیم. یه دونه نانو پارتیکل طلا می‌ذاریم و اپتیکال یه متصفی بهش می‌کنیم، اپتیکال کایرالیتی رو حساب می‌کنیم، اپتیکال کایرالیتیشو مقایسه می‌کنیم با اپتیکال کایرالیتی هم مصطفی بودی فضای آزاد. یه مقدار اینجاها تغییر شده. یا مثلا توی این گامادیون اگر نگاه بکنید یه جاهایی خوب تغییر شده. اگه من مولکول اون بذارم اینجا احتمالاً جذب، یعنی اون سیه بزرگ شده اونجاها. بزرگ شدن اون سیه منجر میشه به اینکه این عدد بزرگتر بشه، فکر کنم. ببینم درسته یا نه. مثلا این گامادیون رو در نظر بگیرید. این اگر که من اپتیکال کایرالیتی رو یه موج بهش بتابونم، اپتیکال کایرالیتی رو نگاه کنم، اپتیکال کایرالیتی نسبت به اپتیکال کایرالیتی فضای آزاد تا حدود 5 برابر یا حالا منهای 5 برابر بسیاری راست گرد یا چپ گرد بشه میتونه بزرگتر بشه، یعنی 5 برابر انگار داره بهتر بشه. یه موج راست گرد تا اگه چپ گرد بتابونم باز برعکس میشه، تا حدود 5 برابر میتونم اینو بهترش کنم. یعنی آبیا داره نشون میده که اپتیکال کایرالیتی چقدر بهتر شده، انهانسمنتش نشون میده، اینکه چقدر رشد کرده. یعنی قرمزا اون پشتش داره اینو نشون میده که حالا توی دو تا صفحه هم توی فاصله 60 نانومتری شد نگاه بکنید این شکلی. خب پس 5 برابر تونستیم بهتر بکنیم اپتیکال کایرالیتی رو. اونطور یه مشکلی وجود داره، مشکلم اینه که این نه تنها سی رو بزرگ میکنه بلکه انرژی ذخیره شده الکتریکی اطرافش هم خیلی بزرگ میشه. یعنی نسبت به فضای آزاد انرژی ذخیره شده الکتریکی اینجایی که قرمزه خیلی بزرگه، یعنی میدانهای الکتریکی خیلی بزرگن، شبیه خازن، انرژی الکتریکی اونجا زیاد ذخیره شده. چند برابر فضای آزاد؟ یه ذره بزرگی نیست، در حال بگیم 500 برابر. 500 برابر فضای آزاد انرژی بیشتر ذخیره شده. آیا مشکل ایجاد میکنه برای ما؟ اشکالی که ایجاد میکنه اینه که جذب ما دو قسمت داشت. حالا اگه مغناطیسیش رو بزنیم، یه قسمتش ناشی از جذب الکتریکی بود که ضرب در چگالی انرژی الکتریکی میشد، یه قسمتش مگنتو الکتریک کاپلینگ بود که ضرب در سی میشه. حالا من این سی رو تونستم 5 برابر بزرگ کنم، ولی چگالی انرژی رو 500 برابر مجبور شدم بزرگ کنم. اون جذبه که قبلا 10^4 برابر بزرگتر بود، الان یه 10^6 برابر بزرگتر شده. به جای اینکه کمک کنم به حل مسئله، در واقع خرابتر کردم کار. چیزی که من دنبالش باید باشم اینه که اپتیکال کایرالیتی تنها رو بزرگ کنم نباید باشه. باید مثلا نسبت اپتیکال کایرالیتی به انرژی یا نسبت تفاضل اندازه‌گیری جذبم برای راست گرد و چپ گرد به متوسط جذب رو باید بزرگ کنم. این تفاضل رو باید دنبالش باشم که بزرگ کنم. پس مثلا به اون سادگی که حالا از اولش هم نمی‌خواستم خیلی ساده برگزارش بکنم، ولی هی داره سخت‌تر میشه. یعنی درسته که اپتیکال کایرالیتی داره یه راهی به ما نشون میده که پیدا بکنیم نوع مولکولو، ولی خیلی اثر ضعیفه و این اثر ضعیف هم به همین سادگی نمیشه بزرگ. چیکار باید بکنیم؟ من یه کمیتی رو تعریف کنم که بهش میگن سرکولار دایکرویزم یا دوبی، نمیم فارسی شو چیم، سی دی.
چیکار میکنیم؟ اندازه‌گیریمون اینطوری که یه بار رایت هند میتابونیم به این مولکولامون یه مقدار جذب شده، یه بار لفت هند میتابونیم یه مقدار توان اینجا میبینیم، این توانها رو اصلا دیگه کم میکنیم، تقسیم بر مجموعشون میکنیم، یه عددی میشه. منتها چون عدد معمولا خیلی کوچیکه، حالا دیگه بیشتر تو شیمی این شروع شده، اینو بر حسب درجه نمایش میدن، چه درجهش کردن من نمیدونم، ولی میان ازش تانجنت منفی یک میگیرن از اون عدد کوچیکه، بر حسب درجه نمایش میدن. این مولکولا رو توی همینطوری هوا نور رو بهشون بتابونی، رزونانسی که میبینیم توی اختلافشون حدود توی طول موج 200 نانومتره که طول موج ماورای بنفش میشه و اندازه سی دی حدود میلی درجه، یعنی هزارم درجه. اگر اینو بیاریم کنار یه ساختاری بذاریم که یه مقداری تقویت کنه، می‌تونیم این اختلاف رو یه کمی فرکانسش رو جابجا کنیم، بریم تو فرکانس رزونانس این ساختارمون، مثلا اندازش کوچیک میشه. حالا ما دنبال راهی هستیم که این فرکانس رزونانسمون جایی باشه که راحت بتونیم اندازه‌گیری کنیم و اختلاف هم بزرگ بکنیم. خیلی همه چیز رو با هم می‌خوایم. چیکار می‌کنیم؟ میگیم که راه حلی که به ذهنمون میرسه اینه که یک کاری بکنیم که میدان الکتریک، یعنی در واقع انرژی الکتریکیمون خیلی زیاد بزرگ نشه ولی آپتیکال کایرالیتیمون خیلی بزرگ بشه. یک کاری که میکنیم اینه که، یعنی یک راهی که ما استفاده کردیم اینه که از یه سری نانوراد طلا، حالا مثلا به ابعاد حدود 300 نانومتر، اینا رو روی هم میچینیم، منتها یکی رو نسبت به اون یکی کم میچرخونیم و بعد روی این مولکول‌ها رو قرار میدیم. این باعث میشه که آپتیکال کایرالیتیمون توی فواصل مختلفی مقداری انهانس بشه و اگر که اپتیکال کایرالیتی رو توی طول موجای مختلف نگاه کنید، برای موج راستگرد و چپگرد جورای مختلف انهانس میشه و میدان الکتریکیمون هم توی فرکانس های مختلف جورای مختلف انهانس میشه. مثلا برای یه راستگرد میتونیم یه جاهایی پیدا بکنیم که توی یه فرکانس های خوبی که میدان الکتریکی خیلی بزرگ نشه ولی اپتیکال کایرالیتیمون به نسبت بزرگ بشه، اینجاها شاید بشه خوب اندازه گیری کرد. البته همچنان چون خود آلفا ای، یعنی اون اثر الکتریکی مولکول ها، چون خودش خیلی بزرگتر از آلفا ای ام، هنوز جذب الکتریکی بزرگتره ها، ولی شاید اختلافو بشه یه مقداری بزرگش کرد. خب این ساختار ساخته شد و حالا این تسلش یه کلکی هم در واقع اضافه تر ما زدیم که حالا کلکشو من اسمی دارم. این دو تا ساختار رو ساختیم، یکیشون در واقع اگر این پایینی باشه بالای مثبت 60 درجه چرخیده، توی دومی منفی 60 درجه چرخیده. این ما به جای اینکه از یه ساختار استفاده بکنیم برای اینکه انهانسمنت رو بگیریم، از دو تا ساختار، یعنی از یه جفت ساختاری که خودشون متقارن آینه ای همن، اگر حالا خوب ساخته بشه متقارن یه کمی شیفت دارن نسبت به هم، ولی اگه خوب ساخته میشد تقارن آینه ای داشتن نسبت به هم. خب بعد اومدیم اندازه‌گیری کردیم که مثلا RCP نور راستگرد به تابونیم چه مقداری عبور میکنه، چپگرد چه مقداری عبور میکنه و CD ناشی از خود این ساختار چند میجرمنت و سیمولیشن همون کمابی شبیه همه میجرمنت و سیمولیشن، ولی خب خیلی 100% هم شبیه هم نیستیم. یه مقداری سیمولیشن توی این ساختارها سخته چون کوچیک که میشن، یعنی ابعاد که کوچیک بشه دیگه فقط از خواص الکترومغناطیسی محیط نمیتونه مثلا ابعاد، اگر که یکی از ابعادمون بیاد در اوردر مثلا 10 نانومتر اینا بشه دیگه لزومن همون اپسیلون نیوی که می‌ذاریم خوب کار نمی‌کنه، باید یه فکرای دیگه کرد، ولی ما فکر دیگه ای نکردیم، همونا رو استفاده کردیم. کلکی که زدیم چی بود؟ گفتیم یه بار این مثبت 60 درجه ها رو بزنیم، یه بار منفی 60 درجه ها رو بزنیم، یعنی دو تا متا متریال درست کردیم، یکیشون با زاویه مثبت 60 درجه چرخ داره، یکیشون با زاویه منفی 60 درجه. یه بار مثبت 60 درجه ها رو بزنیم، یه بار منفی 60 درجه ها رو بزنیم. نمونه رو روی این دوتا میذاریم، سی دی رو توی هر دوتا اندازه گیری میکنیم. خب یکی از اینا راستگرد رو خوب تقویت میکنه، یکیشون چپگرد رو خوب تقویت میکنه، بعد نتایج این دوتا رو حالا بذاریم روی هم دیگه. نتایج این دوتا چون خود این دوتا ساختار متقارن آینه ای نسبت به هم دیگه، اثر بک‌گراندشون یه منفی داره با هم دیگه، اثر بک‌گراندشون حذف میشه، تنها اثری که میمونه اثر مولکول هاست. اومدیم اینو این ایده رو امتحان کردیم، یه متا متریال گذاشتیم، این سیاه ها من خوب دیدم شه مثبت 60 درجه است، این آبیا همون متا متریال با یه مولکول، با یه مولکول با یه هندل هست. یه بارم اندازه‌گیری رو وقتی هیچی وجود نداشته باشه، فقط سارس الکترون باشه، انجام بدیم برای کاری که کردن در واقع. یه بارم متا متریال منهای 60 درجه رو گذاشتیم، بدون مولکول سیاه است، با مولکول آبیا است.
حالا دفعه بعد اومدیم که یه دونه مولکول دیگه، یعنی این اگر مولکول مثلا چپ کرد بود، یه دونه مولکول راست کرد و گذاشتیم دوباره روی همین ساختار، دوباره اندازه‌گیری رو انجام دادیم. سیاها متامتریال خالیه، قرمزها متامتریال با مولکول هست. و بعد اومدیم این نمودارهایی که ظاهرا متقارنن رو با هم دیگه جمع کردیم، اینا رو با هم جمع کردیم، اینا رو با هم جمع کردیم. در واقع اختلاف، یعنی عدم تقارنشون اینجا خودشون نشون میده. برای مولکول‌هایی که مثلا راست گردن یه عدد منفی در میاریم، برای مولکول‌های چپ گرده یه عدد مثبت در میاریم. از روی علامت این ما میتونیم تشخیص بدیم که مولکولمون راست گرده یا چپ گرده. یه تئوری هم دیولپ کردیم برای این که حالا تئوریش یه کمی سخته در واقع کار کردن باشه. علت سخت بودنش هم این است که نزدیک اون ذرات باید ببینیم برای میدان‌ها چه اتفاقی میفته. اینو خیلی ساده نمیشه دید. ما یه مقداری شبیه سازی کردیم ببینیم نزدیک ذرات چه اتفاقی میفته، میدان‌ها چقدر تقویت میشن، بعد اون تقویت‌ها رو سعی کردیم بیاریم توی روابطمون، تقویتی که برای کایرالیتی داریم یا برای میدان داریم و بیاریم توی روابطمون. نتایجمون یه مقداری تئوریمون فرق میکنه با اکسپریمنتمون، یعنی 5 برابری فرق میکنه، ولی کلیتش هم در نتیجه نگاه بکنید این درجه شده در اردر چیزی که قبلا در اردر میلی درجه بود، الان میتونید در اردر درجه، یعنی سی دی مون در اردر درجه اگه بتونیم اندازه گیری کنیم با دقت های درجه خیلی پایین تر میتونیم مولکولا رو تشخیص بدیم که راست کردن یا چپ کردن. در واقع این روش انقدر دقتش خوب بود که حتی یک، یعنی من حساب کردیم که ما چند مول مولکول گذاشتیم این رو روی این سطح پخش شده، ضخامتش میشه چقدر؟ با ضخامت تقریبا یک مولکول روی این لایه اگر بشونیم مولکولمونو با تقریبا ضخامت یک مولکول هم همچنان میشه تشخیص داد که مولکول راست کرده یا چپ کرده. یعنی علامت اختلاف این دوتا مثبت منفیش داره نشون میده که راست کرده یا چپ کرده مولکول، با همون در اردل درجه بود. یعنی حساسیت خیلی بالایی داره. البته واقعیتش اینه که یه لایه خیلی نازک بهتر از یه لایه خیلی ضخیم، چون بیشتر اثر ما نزدیک این سطح در واقع متامتریالمون میگیم، بیشتر تقویت نزدیک سطح، مثلا توی چند ده نانومتر اوله، بعدش دیگه موجمون انگار که خیلی اون خاصیت کایرالیتی و فیلد انهانسمنت هر دو تاش با هم دیگه افت میکنه. خب یه پدیده دیگه ای هم ما دیدیم که حالا من راجع به تئوریش، باز تئوریش توی این دیولوب شده و رابطهش رو پیدا کردیم، اونتا خیلی راجبش الان صحبت نمی کنم، زمان ببری یه مقداری. اون در واقع باز همین متامتریال رو اگر بیانیم جذبش رو نگاه، یعنی سیدیش رو نگاه بکنیم، سیدیش رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که ماکسیمومش یه شیفت فرکانسی پیدا کرد. از روی ماکسیموم، شیفت فرکانسی ماکسیموم، ما میتونیم تشخیص بدیم که مولکول اون راست کرده یا چپ کرده. ولی این اندازه‌گیریه خیلی اندازه‌گیریه ساده، یعنی این اول به ذهنمون رسید، چون اول دیدیم که این شیفت پیدا می‌کنه، گفتیم که چه جالب، برای بعضی مثلا برای مولکولای راستگرد شیفت به طول موج‌های بلندتره، برای اون یکی شیفت به طول موج‌های کوتاه‌تره. ببین از روی شیفته میشه پیدا کرد که مولکولمون راستگرد یا چپگرد میشن پیدا کرد. یعنی تو اندازه‌گیری هم نشون میده خودشون، تئوریش هم درآوردیم، یعنی نشون دادیم که واقعا این شیفته متناسبه با اینجا با کافا، یعنی یه محیط هنگل گرفتیم. منتها اندازه‌گیری این سخت‌تر از اندازه‌گیری اونه، اون یه دونه علامت باید تشخیص بدیم، باید مثلا ماکسیموم پیدا کنیم. ماکسیموم پیدا کردن هم خیلی کار ساده‌ای نیست، اگر که تو از این نمودارا رو به شما بدن مثلا ماکسیموم اینو حالا این نقطه یه ذره بالا پایین بشه، ماکسیموم رو ممکنه جابجا در نظر بگیرید، یه شیفت کوچیک باشه یه ذره کار سخت میشه. ولی این کارو هم در واقع میگم انجام دادیم و شیفت و شیفت‌های مختلفی رو به ازای مولکول‌های مختلف به این متامتریال ها دیدیم، شیفت در واقع فرکانس ماکسیمم. خب خیلی خوب بودیم، یه موفقیتی بود برای خودش، تونستیم این کار بکنیم. منتها توجه بکنیم ما چیکار کردیم. ما یه دونه متامتریال راستگرد داشتیم، مثبت 60 درجه بود، یه دونه چپگرد منفی 60 درجه. این دوتا رو نتیجه هاشون رو با هم ترکیب کردیم، اومدیم بعدش نگاه کردیم ببینیم که ببینیم واقعا این متامتریال ها چطوری طراحی کنیم بهتره. یک کمی راجع به خواصشون بیشتر صحبت بکنیم. ما چی داریم؟ ما یه موج، یه میدان الکتریکی میتابونیم، میخواد به یه سابستریت که حالا سابستریت اون تو حالت قبلی متامتریال مثبت 60 درجه منفی 60 درجه بود،
و بعد روی این مولکولا رو گذاشتیم که حالا یا دارو هن یا بایو مولکولا هن یا هرچون اینا رو گذاشتیم اینجا. میخوام ببینم خواص این زیر لایه چی باشه که من بتونم خواص این در واقع مولکولایی که دارم آزمایش میکنم روشون رو خوب بتونم پیدا کنم، خواص این زیر لایه رو یه طور تنظیم کنم که حساسیت نسبت به این زیاد بشه. این هم باز یه سری کارهای تحلیلی و ایناشو انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که این زیر لایه اتفاقا اگر که کایرال نباشه بهتره، یعنی یه زیر لایه‌ای باشه که کایرال نباشه. ما دو تا کایرالی رو استفاده کردیم، یعنی دو تا که هندنسشون با هم فرق می‌کرد و نتیجه‌ها رو با هم ترکیب کرده بودیم قبلا. الان به این نتیجه رسیدیم که نه، این اصلا اون زیر لایه‌ای که می‌خواد تقویت کنه اثرها رو بهتره که خودش کایرال نباشه و اگر با یه آزمایش بخوایم انجام بدیم این بهتره کایرال نباشه و هر چقدر نازک‌تر باشه بهتره. نتیجه‌ای که گرفتیم این بود. در اساس این هم یه دونه حالا دوباره زیرلایه‌ای طراحی شده، مثلا این ساختار شبیه سازی شده و روش مولکولا رو گذاشتیم، ببینید که چقدر سرکولار دایکروریزم، یعنی به ازای مواد با کافه‌های مختلف چقدر در اوردر درجه می‌تونیم بگیم. منتها دو تا شرط داره، خیلی باید نازک، هر چی نازک‌تر بهتر و کایرال هم نباشه، یعنی خود این ساختار که حالا یه دونه از یونیت سلاش اینجا می‌بینید خودش باید تقارن آینه‌ای داشته باشه. این داره خیلی ساده است، اینم دایره است، دایره هر جاشو قطع بکنید هر جاشو نداره، یعنی روی هر قطعی قطع بکنید تقارن دایره‌ای شرط میشه. بنابراین اینم یه کار دیگه بود که انجام دادیم. در مرحله بعد این سوال برای اون مطرح شد که ما همش باید بیم بچسبیم به این ساخته، اونجا باید خیلی نزدیک میبودیم به متامتر، به طلاها، به طلا باید خیلی نزدیک. اینجا باید بیم بچسبیم به این ساختار، اگه دور باشیم خیلی تأثیری انگار نداره. ما اینو گفتیم بررسی کنیم ببینیم که آقا من یه ساختاری دارم میخوام برم توی فاصله دورتری ازش قرار بگیرم، بیام جلو قرار بگیرم ببینم که اونجاها میشه آیا کایرالیتی انهانسمنت داشته باشه، یعنی اون جی دی سیمتری فاکتوری که داشتیم برای اینکه نسبت کایرالیتی به انرژی الکتریکیمون بزرگ بشه، آیا میشه توی فواصل دورتر از این ساختارها این کارو کرد یا نه. یک کار تحلیلی که انجام دادیم بود که یه ساختار پریودیک دلخواه در نظر گرفتیم، این ساختار پریودیک دلخواه هر چی دلت میخواد اینجا بذاریم تا پریودیک، و بعد بیام توی یه فاصله ای از نه، یعنی اثر نیر فیلد اینا رو در نظر نگیریم، اثر فار فیلدشون در نظر بیام توی فاصله ای از اینا وایسیم ببینیم که آیا میتونم این امواجی که از اینا دارم میاد من یه طوری تنظیم کنم که البته همشون پلین وی چون دور وایسادم همشون انتشاری ان هم. اون میراها دیگه میرا شدن رفتن، میشه من دور به اندازه کافی وایسم و همچنان این اثر رو ببینم؟ دیدیم که نه نمیشه، یعنی همچین چیزی ممکن نیست که بریم توی فار فیلد وایسیم و همچنان یه پاسخ خوبی از این ساختارها بگیریم. یعنی همیشه ما باید مولکولامونو بیاریم بچسبونیم به ساختار، چیزی که مهمه اثر نیر فیلد ساختارمون هست. توی فار فیلد وقتی نسبت رو حساب کنیم همش یه عدد ثابت داره، هیچ انهانسمنت نخواهیم داشت. حالا الانم ما حالا توی گروهمون در اشتراک با سایر اساتید روی این موضوع کار میکنیم، روی موضوعاتی که در واقع سوال اصلیمون همون هست، که سوال اصلی که داریم اینه که چطوری این مولکولا رو اصلا تشخیص بدیم، چطوری راستگرد و چپگرد رو اصلا تشخیص بدیم برای اینکه دیگه کمتر ببینیم اتفاقات ناگواری رو که قبلا افتاده برای حدود 10,000 تا قربانی در سطح دنیا گرفته این داروه. البته خب اشکال از مثلا کمپانی داروسازی تستا و غیره بوده، ولی هر چقدر این تستا بتونه دقیق تر باشه و حساسیت بیشتری داشته باشه با مقادیر کم بتونیم تشخیص بدیم که این مولکول ها راست گردن یا چپ گردن، هم توی صنایع شیمیایی دارویی هم توی در واقع کاربردهای زیستی برای مولکول ها خیلی میتونه مفید باشه. دنبال راههایی هستیم که چطوری دست چپ و راست، حالا نه خودمونا ولی دست چپ و راست مولکول ها رو اصلا تشخیص بدیم، بفهمیم که این مولکول راست دسته یا چپ دسته برای ما. حالا برداشت چیزا میشه کرد، توی اون تلیمودای چپا خوب بودن نمیدونم چرا، ولی اونایی که چپ دست بودن بهتر از راستی بودن. خب خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، ببخشید وقتتون رو گرفتم، من در خدمتتون